هر انسانی که در فکر و فعل در مسیر یک زندگی خوب برای خود تلاش میکند مسلما میتواند در مورد تایید از اطرافیان و همچنین خالق خودش نیز قرار بگیره مشروط بر اینکه سرسختی خشم تکروی کینه و نفرت بیاعتمادی نسبت به دیگران روحیه انتقامجویی و منافع طلبی و حس کمالگرایی و خودشیفتگی برای رسیدن به یک زندگی پر افتخار او را همراهی نکند که همانا این خصوصیات نشانه غرور و تکبر می باشد و به تجربه و دانش امروز روانشناسی این افراد در کنار پیروزی ها و حتی افتخاراتشان برعکس تصور مخاطبین اکثرا این افراد افراد ناشاد هستن و غمگین جامعه می باشن. در و کتاب حبقوق دو پنج از شریف می خونم که اعلام می کنه اشخاص حریس یعنی در اصل افرادی که خود بزرگ بین هستن افراد اشخاص حریس مقرورن و آرامی ندارند. اما آنچه به وضوح مشخص هست افراد مقرور چنان متمرکزه خود و زندگی خود می باشن که نه تنها نمی توانند به نگرش و دیدگاه و نظریات دیگران اهمیت بدهند بلکه با باورهای الهی خود نمی توانند کاملا به خدا توکل کنند از این رو غرور و خود بزر بینی آنان یک مکانیزم دفاعی برای حفاظت از خود و آنچه دارند میشوند. در از گویا یک واکنش در برابر ترس ها و نگرانی هاشون می باشد و گاهی ترس های آنان باعث بیانصافی و حتی ظلم و شرارت میگردد. گردد همون گونه که نویسنده مزمور ده چهار الا هفت رو براتون خواهم خوند قسمت به قسمت که اعلام میکنه شریران در غرور خود به خداوند توجهی ندارد و در فکر ایشان خدا جایی ندارد چرا که اصلا نسبت به موقعیت های الهی فکر نمی کنن. یعنی در از درک نمی کنن که خدا چی میگه نویسنده اعلام میکنه بارها شده که با افراد وقتی من صحبت کردم دیدم افراد متوجه صحبت های من نشدن و بدتر از این این بوده که زمانی که گفتم فهمیدین متوجه شدم اشتباه فهمیدن و میگه حالا میفهمم خدا چی میکشه وقتی با ما سخن میگه و ما نمیفهمیم اون چی میگه و بدتر از اون اینه که اشتباه میفهمیم که خدا چی میگه و متاسفانه این گونه هستش که گاهی افراد حتی با باورهای الهی به دام غرور نیز گرفتار میشن و نمیتوانند در اون کمال خوشی که در حضور خدا هست قرار بگیرم و بهره بگیرم